در طول این دو سالانه شما می توانید هنر را در همه جا احساس کنید. این دو سالانه پر جنب و جوش‌تر از همیشه است. میل به اشتراک گذاری ایده ها و فضاها بازگشت است و مهمتر از همه میل به زیبایی. زیبایی که در پشت هر گوشه ای از این دو سالانه قابل رؤیت است. ازبکستان برای نخستین بار با غرفه اختصاصی خود در 59مین دوره دو سالانه هنر ونیس شرکت می‌کند. نه با یک نمایشگاه کلاسیک برای نمایش آثار هنری، بلکه با نوعی پلتفرم که افراد می‌توانند از آن برای گفتگو، تبادل دانش و یادگیری متقابل استفاده کنند. خوشحالم که غرفه ملی ازبکستان تبادل خلاقانه بین هنرمندان و موسیقیدانان ازبک و خارج از کشور را تسهیل می کند. دو سالانه فرصتی برای همه ما برای گرد همایی و همکاری است و رهبری جمهوری ازبکستان از ترویج این روحیه همکاری خوشحال است. هدف گایان اومروا دادن امکان یادگیری به افراد خصوصا جوانان است. برنامه آموزشی اساس غرفه ماست، زیرا ما این فضا را با آموزش پر می کنیم. ما از نمایشگاه گردانان، هنرمندان و مورخان دعوت خواهیم کرد تا با هنرمندان و ازبکی همکاری کنند و یک فضای پر جنب و جوش حمایتی از یکدیگر را ایجاد کنند و همچنین مکانی برای دانش ایجاد کنند تا همه بتوانند از یکدیگر بیاموزند. این مانند یک مکان مراقب است که در آن همه میتوانند احساس طبیعی داشته باشند تا دانش خود را به نمایش بگذارند، یاد بگیرند و در عین حال واکنش نشان دهند. بوته های استخدوس دریایی با بوی دلپذیر خود تخیل را تقویت می کند. باغ علم از سنت دیرینه اسلامی باغ به عنوان محل تجمع و تبادل نظر پیروی می کند. این میراث فرهنگی و علمی نقش مهمی در شکل گیری غرفه جوزف گریما داشته است. غرفه ازبکستان بازتابی از کار یک دانشمند جامع الاطراف و ریاضیدان مشهور قرن نهم به نام خوارزمی است. او حتی در زمینه علوم کامپیوتر میراث فوق‌العاده مهمی از خود بر جای گذاشته است. کلمه الگوریتم حتی اشاره‌ای به ازبکستان دارد، به این معنا که از الگوریتمی می‌آید که نام لاتین خوارزمی است که اهل منطقه خوارزم ازبکستان بوده است. این ایده که در واقع چیزهایی که ما بدیهی می‌دانیم دارای لایه‌های بیشتری از معنا و پیوندهای بسیاری با فرهنگهای دیگر و مکانهای دیگر هستند، چیزی است که به نظر ما عمیقاً جذاب است. و همچنین از طریق الگوریتم هاست که چارلی تپ، هنرمند تجسمی و آهنگساز، و ابرو زواروف، نوازنده برجسته کلاسیک ازبکی، به سازهای خود اجازه می دهند با هم ارتباط برقرار کنند. دیالوگ پیانو و نوعی تنبور همچون منبعی بی نهایت. کنسرت الگوریتمی که با کار نوازندگان دیگری که در چند ماه آینده دو سالانه ونیز برای نواختن دعوت خواهند شد، غنی‌تر می‌شود.